دوستان، خب سفر من تموم شد. این سفر سفری بود که اسپانسر من شرکت باجیلان و عجلة الخلیج که سیستر کمپانی هستن در حقیقت اسپانسر من بودن، موتور در اختیار من گذاشتن و من تقریبا بخش زیادی از کشور عراق رو رفتم. خب مشکلاتی بود از نظر امنیتی، نتونستم به انتها بصره برم. تا 150 کیلومتریش رفتم، یه مقداری صلاح ندونستم، برگشتم و بقیه قسمت ها رو رفتم برای طبق استوریایی که دیدیم. خب توی این مدت خیلی از شما از من پرسیده بودیم که نظر من راجع به این موتور چی؟ اولا خدمت شما بگم، خب بعضی از بچه ها گارد گرفته بودن که نمیدونم داری این رو با نوردن مقایسه میکنی یا نمیدونم با فلان موتور داری مقایسه میکنی. دوستان من اصلا هیچ موتوری رو با هیچ موتوری مقایسه نمیکنم، چون به نظر من همه اینا وسیله هستن که ما ازش استفاده میکنیم و به مدل استفاده ما ربط داره. من خیلی ها رو میشناسم که یک تویوتایی رو گرفتن، دو سه سال که ازش گذشته اصلا نمیشه اون ماشین رو دید و از طرف این ماشین چینی یا ایرانی که خب از کیفیتی خیلی هم پایین بوده با نگهداری درست 10 سال ازش استفاده کردم. پس من هیچ وقت هیچ وسیله رو با هیچ وسیله دیگه مقایسه نمی کنم. من خود این موتور رو که باهاش سفر کردم دارم نظرم رو راجبش میگم. این موتور با توجه به قیمتش، ببینید قیمتش خیلی مهمه. بله من میدونم مثلا موتور BMW یا هوندا آفریقا توین یا چه میدونم نوردن و KTM و اینا خیلی موتورهای خوبی هستن، ولی بحث قیمتی داره. نوردن موتوریه که با تجهیزاتی که اگه بخوایی مثل این روش ببندی حدود $17,500 پولشه، یا KTM 890 با تجهیزاتش نزدیک $19,500 میشه، آفریقا توین حالا میره بالا و BMW هم که دیگه حالا نگم برای، ولی این موتور با تجهیزاتی که داره $7,500 برای کسایی که میخوان سفر بکنن به نظر من خیلی مناسبه. توی مدتی که باهاش سفر کردم بسیار لذت بردم. حالا من سوای گارد ممکنه بعضی از بچه‌ها، خیلی موتور بکاری بود، کافی بود. از مشخصاتش بخوام براتون بگم، حجمش 499.8 دهم سیسیه، یعنی حدود 500 سیسیه. اسب بخارش یعنی هورس پاورش، حالا بعضیا به گفتن کلمه‌های انگلیسی من و خیلی از دوستان دیگه اعتراض میکنن، خب الان دیگه جا افتاده دیگه، آقا الان دیگه نمیدونم زبان این و اون نداره، زبان بین المللی باید ببینیم چی. این نظر من، حالا میتونه غلط باشه میتونه درست باشه. هورس پاورش یا اسب بخارش، توانش در حقیقت 47.5 اسب بخاره. در مورد تاپ اسپیدش بخوام براتون بگم، جای مختلف عددهای مختلف نوشتن، بعضی جا نوشتن 185 کیلومتر و بعضی نوشتن حدود 160. من باهاش 163 کیلومتر راحت رفتم، میتونست یه مقدار میگم به نظر من بره. از نظر حرارت بسیار موتور خنکیه. من توی تایم گرما، یعنی توی بغداد یه ساعتی مجبور بودم ساعت 2-3 حرکت بکنم، خیلی گرم بود به خصوص طرف ناصریه، و این موتور تو کل این مدت 2 خط بیشتر آمپرش بالا نرفت. ترمزش ترمز بدی نیست، نمیتونم بگم ترمزش عالیه. نکته بعدی در مورد ارتفاعش از موتور بلندیه، حدود 85 سانت ارتفاع زینش هست و این موتور در حقیقت اگه بخوایم مقایسش بکنیم با هوندا CB 500X مقایسه میشه که از نظر توان تقریبا 1 اسب قوی تر از اونه. سرعتش حالا اونم تقریبا همین 180 تا یا 170 تا رو براش نوشتن، ولی قیمتش حدود $7,300 بدون این امکانات. و از نظر سایز خب موتور بزرگتریه، باک بنزینش 20 لیتر جا میگیره بنزین، CB X
حدود 17.7 لیتر جا میگیره و موتوریه که از نظر سیستم خیلی ساده است و تعمیرش خیلی راحت، اگر اتفاقی بیفته مشکلی باشه. خیلی موتور بکاری بود، من لذت بردم. برای کسی که میخواد سفرهای طولانی بره، من توی مدت 2100 کیلومتر باش راید کردم، حالا راید خیلی طولانی نبود، ولی شرایط خب شرایط هم جاده بعضی جا خوب نبود، همین که گرمای مقداری زیاد بود. حالا بیشتر تستش میکنم تو سفرهای بعدی، انشالله من یک سفر دیگه ای رو در پیش داریم که حالا بعداً خدمتتون اعلام میکنیم. قراره کیلومتراژ زیادی رو، یعنی مسافت زیادی رو قراره باهاش طی بکنیم. من ازش راضی بودم و پیشنهاد میکنم برای کسی که میخواد سفر بکنه، کافیه. خیلی سریع شتاب خوبی داره، خیلی سریع سرعتش به سرعت مورد نظر هلوش مجاز دیگه، 120 تا 130 تا خیلی راحت میرسه. خیلی نرم بین 130 تا 150 کیلومتر سرعت و راحت میره، توی سربالای معقول شتاب میگیره. یعنی اگر شما ما یه مسئله که آره برای موتورهای ضعیف‌تر داریم توی سرعت‌ها، اون خیلی قشنگ جواب میده، خیلی استیبل، باد تکونش نمیده. یعنی موقعی که کنار کامیون رد میشید یا جریان باد هست، سخت اینو تکون میده. خیلی موتور به کاری بود. این نظر منه. دوستان خواهش میکنم نسبت به برندها گارد نگیریم. من این رو خواهش میکنم. وسیله است. آقا وسیله است، باید استفاده کنیم، ببینیم که برای چه کاری میخوایم ازش استفاده بکنیم. کسی که میخواد برای یک سفری یه عددی رو بذاره کنار، عرض کردم با 7500 دلار یه موتور با باکس و اینا میتونه خرید بکنه، در صورتی که همین باکس و اینا حالا برندهای دیگه بخواد استفاده بکنه، یا همین برند حدود 700 دلاره، برندهای مثل جی وی یا جی آی وی یا جی وی یا کاپا حدود 1300-1400 دلار باید پول بدیم و امکانات دیگه‌ای که باید برش تهیه بکنیم. این موتور تقریبا یه موتور آماده است، گارد روشه، نمیدونم همه چی، در صورتی که موتورهای دیگه من عرض میکنم، خود من که اصلا عاشق نوردنم، من خودم خیلی از دوستان میدونم واقعا اول آفریقا توین رو خیلی دوست دارم و تنره رو، ولی اینو باید چک میکردیم و دیدم که آقا قابل پیشنهاده، میشه باهاش سفر کرد، سفرهای تو. خیلی خوشحال شدم، انشالله در سفرهای دیگه هم همراه من باشید. خدا میگم.